سلام بچه ها، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیو جدید، به قول معروف سریال توری جدید توی چنل یوتیوب من. قراره تو این سری بدون اطلاع، زر اضافه بود بچه ها، قطعا نمیتونم بدون اطلاع بریم خونه یوتیوبر استریمرا، بریم یه چیلی داشته باشیم، یه ویدیویی باشون بگیریم و توی اتاق کارشون با وسایل خودشون یه چالش فیفایی یا همون FC توی ما دیگه همون فیفا میگیم بابا، FC رو برکن گور بابای FC، یه چالش فیفایی باشون داشته باشیم. بچه حتما هم قرار نیست تهران باشن، یعنی من یهو میبینید برای یه ویدیو بلند میشم و تهران میکوبم میرم یه شهر دیگه. و برای قسمت اولم قراره بریم سمنان، خونه آقای حسین توکلی. خب بچه بهتره قبل از اینکه بخوایم ولاگو شروع کنیم، چون من از تهران قراره بکوبم برم سمنان و قراره تو خونه یه سری ویدیوهای گرفتیم که ادیتور براتون ادیت میکنه، بعدم چالش فیفایی داریم با استریمری که رفتیم خونشون، یه توضیح در مورد استریمرمون بهتون بدم. استریمر و البته یوتیوبر آقا حسین توکلی. ببین اینا نمیخوام بشینم بگم نمیدونم فلان مقام بیسار مقام، این یعنی اطلاعات جزئی نمیدم، ولی در این حد بدونید که حسین جزو پرو پلیرای کامیونیتی فیفا به حساب میاد، یعنی نه فقط تو بحث کانتنت کریئتوری، یعنی بین پرو پلیرایی که اصلا کانتنت کریئتور هم نیستن و تو سطح کشور دارن بازی میکنن آدم شناخته شده ایه. یعنی اگر استریمر یوتیوبر هم نبود خیلی میشناسنش حسین توکلی رو توی بین بچهای پرو پلیرا. ریدم حاجی با این توضیح دادنم، ادیتور بذارین هم مشکلی نداره. خلاصه که قراره الان بکوبم ساعت 9 و نیم شب برم سمنان. برید ادامه ویدیو رو تو خود ویدیو ببینید. خب بچه آقا اسنپ آمد. بچه شاید باورتون نشه ولی برای اولین پارت بنده دارم میرم سمنان. اوه مای جیز، 3 ساعت تا سمنان راهه و من 1 ساعت دیگه میرسم به ترمینال و دقیقا 1 ساعت دیگه من باید به اتوبوس راه بیفتم و نمیدونم میرسم یا نه، ولی اسنپمون داره میرسه. بنازم بذار برگردم شما هم ببینید. نه لوکیشن لو میرفت، خونه به هم ریخت دوستان، لوکیشن خونه لو میرفت. من برم آجی برم، من کل وسیلم بچه همین یه دونه کیفه که 3 تا 4 تا دونه لباس توشه با دسته پلیستیشن هم. آو مای کار دارم، چی دیگه نیاز داریم، همه چی رو من برداشتم آجی، چیزی نبود. برم من بپوشم میگیرم دارم. از این دنیا برات گوش نمی کنی، دنبال حاشیه از زیر صفر بود. حاجی باورم نمیشه واقعا دارم برای یه چالش میرم سمنان، من خیلی خوشحالم. حاجی کارت ملی مو یادم رفت بیارم، نمیدونم الان اجازه میدن قاعدتا باید آخه اتوبوس، نمیدونم اصلا من نمیدونم معلین چی، هیچ وقت تنها نیومدم حاجی، معمولا با رفیقام بوده یا کسی، نمیدونم از چیکار کنم دقیقا یادم نمیاد. بچه ها چطورید؟ من رسیدم سمنان، ساعت 1:20 اسنپی هم الان میاد. آجی هیچ آدم دوپایی الان نزدیک من تو شوهای نمیدونم چقدر نیست و من تنها هستم. دوستان خونه حسین توکلی اینو هستیم. حسین جان درود بر شما، خیلی خوب نور میگیره حسین جان. حسین جان درود بر شما. یه چیزی میگن در خانه ما یه چیزی نیست، یه چیزی صفا هست، نمیدونم من. بله این دری وریادی که حسین جان داستان بر چه قرار بود؟ شب بنده را افتادم نفهمیدم دارم چیکار میکنم، نظر شما چی؟ نظر خاصی بابا ندارم، شما کلن کار عجب قصیه. حسین جان پشمای شما ریخ، بنده تماس گرفتم گفتم دارم میام سمنان. ممنون از شما. دوستان خیلی ناگفته ها دارم چون شب اومدم هیچی نتونستم فیلم بگیرم، در راه مهم نبود، مهم بود من برسم اینجا چون راه تهران به سمنان هیچی نداره. بعد شب بود اتوبوس هم سگ نبود دیگه، مثلا جاست 40 نفر آدم بود 10 نفر بودیم کلا. بعد من هی جامو عوض میکردم راحت نبودم، یه میرفتم رو تکیه میمادم رو چیز حسین، یه ذرم از ممیزاد بگیرم خوابه ها جیان ازدارم، اونم کانتنت خوبیه. حالا بچه ما میریم تو اتاق از ممیزاد هم میگیریم به سمنان، شهر زیبایی ها خوش بسید. بچه ها نمیدونم من یکی از یکی تو سمنان قدیم خوشم میمده.
نه بعد حالا بعدن توضیح بدم. سنار خیلی سنم کوچیک بود بنده. حسین جا عجب شاتی خدایش. بچه چطورید دوستان عزیز؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. ما الان داخل خونه حسین هستیم. دیروز چون دیر وقت رسیدیم دیگه خوابیدیم، چالشی برپا نبود. دیگه الان اومدیم ساعت 12:01 ظهر بیدار شدیم، میخوایم صبحونه بزنیم و یک شات زیبا از آقای ممیزاد. درود بر شما آقای ممیزاد، علی دایی مناطق مه. دوستان اینجا یک مهمان ویژه داریم به اسم توتور. سلام کن توتور رو با دوربین ما. نمیدونم ایشون یک مقدار دنبال حواشی میگرده. خب دوستان اینم از جوای پیتزای دیشب هست. من اون موقع نرسیده بودم ولی تشمونده بود بنده خوردم. یه املت داریم میزنیم. من خیلی حاجی تو املت، حاجی فلفل دلمه هستن. عاطفه‌ای حاجی. بابا باید میذیشین یکم بیشتر سرخ بشه. من میذ املت الان خود رو سرخ بشه. شما چند سال آموزش کرد؟ ایل به بسید منم بلدگی علاقه داشت. زمان برم حسین رو هم دریابم تو شما. حسین دستشویی. من میرم اون توی برو. حسین جان میتونم در رو باز کنم؟ آقا حسین جان خیلی درگیر دستشویی بود. ما دیگه اون صحنه ها رو بر میداریم. واقعا من برگام ریخ، همچین چیزی ندیده بودم. این کابینت ادویه های خونه آقای توکلیه که مادر ایشون واقعا برگ های بنده ریخته. آقای ممیزاد همه چی هست، از عمدش بگیر تا اون بالا. لیمو امانی داریم، زردچوبه داریم، نعنا داریم، پونه داریم. برگات ریخته ممیزاد میدونه. لبو خشک تا اینجا داریم. شاید باورتون نشه ممیزاد من خیلی کسخولم. نه یهو اومدم چالش بگیرم. دیار داری؟ نه یه ذره هستم خدایی قبول کن. تنده؟ آره پول بیبر یه ذره تنده. اگر من نخوردم شاید هم خوردم نمیدونم، ولی تنده. پول بیبر چه تند نیست، یه تند شیرینی خاصی داره. خیلی دارم از خودم دارم. واقعا دارم عصبی میشم. توکلی منتظرم. اوه حسین جان درود. بس حسین جان نظر شما چیه؟ بنده دیگه دیشب یکم بله قوی هست اینجا، میشه حیاتم بریم با هم به هاوس توره حسین جان؟ بنده اومدم چالش بذارم. خونه حسین از دو اتاق تشکیل شده و یک جای زیبا که میخوام الان بهتون نشون بدم. آجی حسین هر موقع عصبش، میدونی چی جوری ویکند لیگ بازی میکنه؟ هر موقع عصبی میشه حسین توکلی میاد اینجا. حسین جان قویه خدایا. اون پشتم راه فرار داره حسین، اگه یه موقع از مخابرات ریختن. آجی جدی اینجا بالا پشتونه. خیلی چیز جذاب اینجا باغچه دارم دوستان. پرتقال های نارنج. بله اشتباه شد. پرنده هم حتی داری دوستان. دوستان زشته دیگه. اون برم بچه در اتاقی که بسته است که درست دوست اینجا. بله بریم املت رو بزنیم، بعد بریم اتاق شما رو نشون بدیم، بعد چالشمون رو انجام بدیم. بچه ها اگه این مسابقه رو دوست داشتید، بنده اولینش رو اومدم سمنان، بعدی ها رو شما بگو. چه کانتنت کریئتوری؟ از هر کانتنت کریئتوری بپرسم. آره سه تا کانتنت کریئتور بگو، بعد من رندوم باید ببینم چه جوری میشه. جدی هستم. تو ذهنم نیست. خب فکر کن تو ادامه ویدیو اگه رفتی منم میبری. حسین جان درود بر شما. زنده باشی حسام جان. باری کردم ممیزاد. آقای ممیزاد نونا رو سوزوند. شما میه اینجا اینو میگیری اینو میبندی. بس میکنم خیلی ولاگم خوش شد تا اینجا. ایتور باید دراری دیگه، باید ولاگ انگاهی ولاگ سطح جهانی من ساخت. خب حسین جان درود. درود حسام جان. حاجی ببین من الان اتاق تو یکم نشون بده، بعد برات میخوام یه چالش بذارم. اگه بتونی چالش منو ببری من هم اومدم پیشت، هم 1,000,000 تومان جایزه میدم. یعنی این چالش اگه بتونی جدی ببری منو 1,000,000 میدم. نه یه چالش خیلی سخته، یعنی جدی چالش میخوام بذارم اینجا. حالا بریم اتاق من، بریم بعد پشت. بسم الله الرحمن الرحیم.
اتاق من یکم به هم ریخته است، یه سری عکس‌ها اونجاست، بعد جمع میکردم نتونستم. آقای ممیزاد رو اینجا داریم که حضور دارن در اینجا، دارن فیفا بازی میکنن. واسه جا همین اول کار پلی‌استیشن 1. بله خیلی صدا از اونم داریم. بله اشکال نداره، کپی رایت نمیخوریم واسه تو از اون. نمیدونم ما اینجا وسط یه جایی که سه تا مسجد دور هم. بله مشکلی نیست، صدای اذان حالا حتی اگر آدم معتقد هم نباشه شما قبول داری که آرامش بخش هستش. یه صوت خاصی داره. بله حسین جان این تلویزیون چیه حسین جان؟ خیلی امیدوارم نیاد صدا، خیلی سنت چی میشه معنوی شده کار اسمش. حسین جان بیا بیا صدا تا نرفتی بیا 10 تا 83 بزن. 10 تا 83 بزنیم اینجا دوستان. ببینید چقدر کانتنت رو فقط. الله اکبر. اوه آیکونه به خدا آیکونه. ولی اون توتیه بازی غرب وحشی هم اینجا حتی دارید. بله اتاق گیمینگ که میگن اینه دوستان. شما که بیایید نمیدونم ابر بزنی یا خورشید بذاری و... حسین جان یه سوال، شما دو برادر دیگه هم دارید درسته؟ بله. اینجا بله. مشترک هست اتاق. خیر الان نباید اینو لو میدادم. نه واقعا نیست. حسین جان یه سری چیز خفن این بالا داریم، اینا هم شما زدید؟ اینا رو خیر اینجا. بله. اجاره است و فکر میکنم اینجا ساب کنم و بپرسم اینا کی زده. اینجا یک ایکس باکس بچه ها اینجا داریم روی زمین. 300 و چنده؟ این سری ایکسه. بله 300 و چند. یه بازی فکری هم بچه زیرشه، یعنی یه ذره جامایکا. بله مثل اینکه این زیر هم اوه بازی فکری فراوون به علاوه یک دسته و هدست. حسین جان شما اینجا چی کار میکنید؟ حسین جان جلوه های ویژه اتاق شما خیلی خفن هستش، مخصوصا این پرده سبزی که پشت سرت هست. بله اون بخاری رو هم بذارید من زوم کنم بگیرم. خیلی قوی هست این صندلی، فوق العاده قویه. من زدم اونجا صبح چون نور میزنه. خیلی کار قوی بوده حسین جان. حسین جان اذان شما رو اذیت نمیکنه اینجا خیلی زیاده؟ تو آدم مذهبی حاجی اسم کنه. خب آقا ستاپ آقای توکلی هم یه نگاه بکنیم. اینجا یک هارد داریم، هارد درسته؟ بله. یک فندک تزئینی داریم که اصلا روشن نمیشه. بله اونا رو نشون. یک دستمال، نمیدونم با این دستمال حسین جان این دستمال چیکار می‌کنه. یک آیفون داریم. بگم چیکار می‌کنم؟ بگو حسین جان جدی بگوشم. جان بگم با اینا چیکار؟ بگو آقا ما که با اینا دماغمو بچه‌ها چیز می‌کنم چون دوستان اینجا. بله فکر بد نکنم بالاخره هر آدمی دماغشو می‌کنه. دماغشو در میاره مثلا. اینجا مانیتور بنکیو رو داریم حسین جان. بله. یکی از مانیتورهای خوب گیمینگ در سطح سراسر کشور. بله حسین جان اون چیه اون پشت؟ ایشون مجسمه آکواکو هست. آه اون که کراش بود؟ بله کراش. خیلی باحال بود، اومده زری همیشه میزد فهمی که خفنه. واقعا هم خفن بود. بله همیشه بقیم ارتگاه و اینجور بالا حسین جان ایشون رو کجا پیدا کردین داخل ایشون رو من؟ ایشون متاسفانه یه روز داشتیم ما رد میشدیم از یه مغازه بود سمت چیز درست یه مغازه بود سمت صادقیه فکر کنم درسته؟ بله فلک اول بله وسطاش هم هستش بول و فردوس قرد. بله یک لپتاپ ایسوس شما داری اینجا. بله خیلی قویه. و یک مانیتور سونی اینجا شما داری. مانیتور که نه یه تیویه ولی بعد حسین جان ما میتونیم به شخصی ترین جاها هم دسترسی پیدا کنیم الان اگر بخوایم؟ مثلا این در پشتی مثلا. بله میتونید باز با اینکه حتی به هم ریخته است. ببین من میرم تو خار و مادر خیلی بد داشتم منظورم دیگه خیلی نفوذ میکنم. خب حسین جان شما خودت بیا اینجا برای بچه ها نشون بده. اینجا که یه کموده درشو که باز میکنیم بارد کامل میشون خوش نارنی های کافیه؟ بله اینجا لباسه ایش این باز نمیشه حسین جان. ببینم از این توپا کی داره؟ فوتبالیست واقعی ما کارمون از زمین خاکی شروع کرد. خیلی صورتی هم هست، من این نو صورتی رو خیلی دوست دارم حسین جان. پیدا نمیشه متاسفانه. الان یه ذره خیلی بنفش تیره است من پیدا دیدم. پیدا میشه شما نگه ببخشید نظر. خب حسین جان کیتاتون رو میشه یکی یکی نشون بدید؟ یه سری تابلو داریم. چقدر قشنگ توضیح میدید برام. هر کدوم از قابل فروشه. یکیشو میارید؟ چرا قابل فروشه؟ زحمت کشیده شده بر. قابل فروش نیست. اینا واقعا غیر قابل فروشه. من توش خاطره خوابیده دوستم. چرا خاطره های حسین جان؟ مخاطبا بهتره. مخاطبا همه مخاطبا. اگه من با خودم سردم تو کاری با دلم. بچه شما شاید نفهمید ما داریم چی میگیم، خودمون میفهمیم. ولش کن. آقا من میزد. کپی رایت. حسین جان کیتا رو نشون بده شما. کیتا دستات. بله. اینا رو مامانم میبافه. خب. کیت منچستر.
بله کیت پاریس انجرمن، این کیت آتیش بزن کی پاریس رو دید ولش کن. حسین جان من واقعا هیتر یه باشگاه، همونم پاریسه، شوخی میکنم هیتر نیستم، بله نمیدونم. میلان واقعا با اصالت دوست داشتنی قوی قدر در دسترس و تیررس باشگاه های سلطان همه کیتا. بابا حالمونو بد نکن توکل. کیت ببین من بارسایی نیستم ولی بارسایی ها رو دوست دارم حسین جان. کیت بارسایی هم داریم اینجا، مسی هستش، سوارز. این کیت از خود مسی گرفتیم متاسفانه. محمد صلاح همون آقایی که میشناسم بنده. خب حسین جان دیگه چی داری اون پشت برامون؟ اون چیز پلی‌استیشن یکت هم میاری بچه ها ببینن. اوه اوه این خیلی دوست داشتنیه این کیتا. و اینم که کیت سلطان آسیا. دوستان کیا بارسایی پرسپولیس یا آرسنالی هستن تو کامنت ها بنویسن، با حسین هم عقیده هستن. اصلا جان کیف معروفت که همیشه همراهترم هم نشونمون میدی. بله این رادیواکتیو شما طرفدار رادیواکتیو زون ریاکشن میرن هستید، میدونید کیو میگم؟ یزدان هست اسم ایشون، در خارج از کشور زندگی. خونه ایشون هم دوست داشتم برم ولی نمیشه دیگه، خارج از کشور ما نمیتونیم بریم. حالا بسته ای دارش یزدان رات میده. بله 100% مگه چرا رام نده. خب کنسول PS1 داریم دوستان. حسین جان شما همین وسط خیلی بیداری، به جذابیت خودت از 1 تا 10 چند؟ بنده نمیتونم عددی بدم، مخاطب ها با عددت بدن یا نه؟ دوستان 1 تا 10 به حسین جان. حسین جان بازی ها رو ببینیم. حسین جان یه بازی بنده دیدم توی استوری 3 رو بود یا 2 بود نمیدونم. او حاجی من اینو بازی کردم، خیلی لذت بخشه این بازی، برای اون موقع خیلی گاد بوده واقعا، اوپن ورد بود. سایفون فیلتر حسین جان اینو خیلی هم ویورای الان و حتی منم متوجه نمیشیم، یعنی شاید باید ویورای خیلی سن بالاتر باید. وای من نمیدونم چیه ولی باید بگم وای شورش در شهر. اوه میدونم چیه. پپسی من نمیدونم. پپسی من رو میدونم بله دیگه، پپسی من و سر آریا کوکسر همه میدونم. پپسی من و متال اسلاگ و فلان سر آریا کوکسر همه میدونم. نه چون خیلی ایشون اشاره کرد تو یوتیوب. از رودراش کیه؟ رودراش حسین جان دیگه چیزی تو اتاق داری نشون بدید؟ من اسمم سر چیزا مونده خود. خیلی چیزا مونده. لباسای زیرتون رو اگر لباسای زیرم. حسین جان شما کنسولگری رو این پی اس استریم اینجا خیلی قوی قدر هست. اصلا نور نمیندازه حسین جان. اینم هارد اکسترناله که بازی. اصلا بچه اینجا نور نمیافته متاسفانه ولی حسین داره. یه چالش سخت برات میذارم. الان دیگه ما میریم پشت میزی میشیم. مثلا میگم برای همه سخت ولی برای من ایز. ببین من خونه هر کسی که برم میشینیم پشت سیستم اون شخص فیفا رو بازی میکنیم. یعنی یه تیک با استیل کاری اون شخص میاد تو چنل، درسته؟ الان ما میشینیم پشت سیستم شما، یه تیم من برات انتخاب میکنم چون حسین همونطور که میدونید پرو پلیره و قطعا با تیمای ضعیفم میتونه. بله ما برای شما یه تیم انتخاب میکنم که احتمالاً از لیگ هند باشه و من قوی ترین تیم فیفا، حالا اصلا هر تیمی که بخوام برمیدارم و اگر بتونی منو تو 90 دقیقه ببری 1,000,000 تومان بهت میدم. واقعا این 1,000,000 تومان رو میدم، شایعه ای بیش نیست. این اشتباه من اشتباه راست. بریم حسین جان بریم پشت سیستم. پس بریم بچه ببین داریم با ستاپ توکلی. معمولا شما اینجوری استریم میکنید دیگه، قرار همینجوری منده دستم وصل نیست. این سیم خدمتتون. ممنون ازتون دوستان، همیشه سیم هاتون رو در اختیار رفقاتون. صدامون میاد خوب دیگه؟ آره. ادیتور اسم منو میدونی چیه؟ شما با من کار میکنی؟ بعید میدونم حسین جان. یک پیپا بازه اسم این هلهوله ها رو حفظ نکنید. ببین یه پیپا بازه اصیل دستش پی اسیه، یه فوز اصیل دستش کلاسیکه. اصلا آقای ممیزاد شما قبول داری این موضوع رو؟ من خودم پس و با تنظیمات دست پس بازی میکنم، فیفا هم با تنظیمات دست. شما اشتباه میکنی، باید پس و با فیفا بازی کنی. خب واسه اینجا تیم شما که میدونی من قرار انتخاب کنم چیه؟ ریلی چالش. ببین همون دیگه، کسایی که فیفا باز میتونم یه تومن نمیخوام بدم دیگه. نه دیگه دوش باید برای یه تومن زحمت بکشی دیگه. یارو میره بنده خدا صبح تا شب کار میکنه، روزی 400 تومن مزدشه بنده خدا. تیم نیم ستاره هم داره شاید باور. خب همون دیگه من تیم 20 ستاره هم داره. حاجی من یادم تاجک بیا بغلی بیا سمت راستی، است بنگال ضعیف ترین تیمشونه مثلا. تو
جایی که یادم فیفا قبلی اینجوری بود. این ایست بنگال شما اینو بردار الان باش. نه بر نداره جی، کیتش بد بود تا جایی که یادم، یه ذره کیتش باز خوشگل باشه رو برون هم قراره بازی کنه. گوه چیه؟ گوه هند دیگه. شما این هیبرید رو بردار، پیام از جیمیل برای شما اومد که قراره یه تومن به شما. هیبرید نیست، هیدر آباده. هیدر آباد. بعد اگر من فرانسه رو برو شما بردارم چی؟ بردار آقا، بردار فرانسه. و بعد اون وقت من الان ببرمت هم چالش باختی هم حیثیت دفته. اشکال نداره، من که حیثیتی ندارم در هست. خب بریم از اینجا. چقدر مانیتور بنکیوی که بچه تو همین ولاگ بهتون نشون دادم بنده از این رنگش خوشم میاد جدی از یه ذره اقراق رنگی داره توش. حسین جان چالش بعدی رو شما که در شما فقط میتونی ترکیب انتخاب کنی. یعنی چی؟ یعنی این تاکتیک نمیتونی بذاری، دستت کامل بسته است. آقا من اینو میبخشم باش. نه بشین بشین، من که اشغال آج جیس 76 یارو با من باورم نمیشه چرا فوتبال دادی. بله آجی من کنده رو باید دفاع وسط باید اینجا رو شیش نمیشه از هیچ کاری کنی بابا، اذیت نکن توکلی تو بلد. میگم شوت یارو 56 ه آقا اشکال نداره. بعد دروازه رو خالی بعد با بازیکن برم تو دروازه. شما تا حالا فوتبال بازی کردی تو واقعیت؟ ببین به اعتماد به نفس و قدرت ذهنه این بازی، به بدن نیست. آدم بامزه ای هستی شما. بله بچین آقا دیگه ترکیب چیدن داره یا سوتا. نه شوت 65 داره حداقل احتمالا تو پشت برسی میتونی کاره بود. خب بنده یه سری کاستوم تایی اوبرالا رو میتو. حسین جان ویک اسکیلاشون چطوریه؟ خوبه برای بازی؟ عالیه اسکیل دو حاجی. سختی چالش همینه دیگه، مجید داره زنگ میزنه لازم جوابشون. بله بس ایدی تو اینجا رو نزد. خب حسین جان اینا چیه؟ آقا بنده بازیکنو پلی استاج ندارن. هیچی مگه ما داریم مثلا الان اوپماکانو داره؟ بله. آه اوکی الان من ببرم خب شما چقدر من میدی؟ رود شد این حرف رو بزنی با حسین جان. خدایی تو فوتبالیستی میگم بخشید فوتبالیستی پرو پلیری. خب بابا من اگه آقا پرو پلیر رو دست و پاشو ببند بندازش تو رینگ باید یه جوری بجنگه. آقا دست پا تو نبستم، تو هنوز یه جای مبارزه 59 یارو اوبرالش منم 86 کلا 30 تا فرقشه. آقا بریم فقط ترکیب انتخاب میتونستم بزن زبدر بزن تو خود هندم بازیه، یعنی تو جایی که با هم دیگه هستیم. خب حسین جان شروع الان. بله چه اقراق رنگی قوی داری حسین تو پا. آقا من واقعا نمیتونم بازی کنم حسین، استرس گرفتم با شما دارم بازی میکنم. آقا ای منم آره. تو پا همینجوری دیفالت خودشون لو میدن اقعا اوبرال پایینه. خدا رو صد هزار مرتبه دستم هم خراب باید من درست کنم. آقا دیگه بهونه الکی شما نگر. بنازم گلر مانیا بجی من یه تومن ندارم آخه بتونم حسین باید این بازی رو ببرم. بابا این کارا نیستی بابا من دستم خرابه توکلی بزن بنازم آموری امباپ ناموستو میارم جلو ششه دیارو و برانش پنجاهه. ای ای عجیب ببین من 20 دقیقه است نتونستم به تو گل بزنم. من بد نیستم و تو خوبی حسین. نه حسام جان تو بدی داری. یعنی چی آقا من دارم تو رو میبرم بالا. آموزش زندگی میدم با دست و پا بسته چجوری زندگی کنم. بنازم تو کامنت ها سمتسنو پرو پلیر رو بزن. تحقیر پرو پلیر ها توسط سمتسنو. باید خونه تک تک پرو پلیر رو برم اینم میتونن هی ما میگن فوتبالمون خوبه فلانه. بعد من برم آقا شما اون یکی کی بود میگو من بازی رو میبرم دو روز تمرین نکن. بابا به قرآن اینا فلج اینا نزد. بابا من گله رو سویچ کردم. نه نه وایه آجی من مد بشی
این بازی بذار کنار تو رو خدا. بابا من این بازی رو بذارم کنار کی میخواد ویو بیاره برای این کامیونیتی؟ چه بیزی گفت. ویو میاد و میره، مهم شخصیت شن آدمی که داره. قشنگ گفت خودم. اونم دارم دیگه آقا دیگه انقدر چیز. امباپه بابا زن تو گای آقا ببخش. نیمه دوم نیمه مربیانه نیمه. چرا برای من هیچی نی؟ برای تو شماره بازیکنات هم برای من هیچی نی. شش هست داوری دست تو. راست میگی؟ آره شماره ها برای تو میاد برای من. آفساید بود عوید یه تومن من کو وای یه تومن من کو باست ساید بازیکن سرعتی تیم میخواد دروازه رو خالی میکنه میدونه که نمیشه ده مزمانی رو بیارم توی بفهم یه تومن من کو داره پرس میذاره عجب همانی آخ آخ بده حسن توکلی حسن توکلی تو بودی پرو پلیه وای حسام توپم نمیتون کونده ابی ناموس وای خدا بنازم کونده رو بغل کنی وای حسام وای حاجی زمین سوره نمیدونم چرا به خدا دارم میگم زمین کجه احساس ای وای خب مساوی شد و چالش پولی نمیدیم تمام همینجا نه حاجی بازی میکنیم دیگه دارن راه میرن بازی کنهای من استامینا هم ندارم اخو ببینم بسن بیلداپ رو نگاه کن خدای بیلداپ رو اجازه بدید این گل رو برای ریپلایش رو ببینیم وای زن آزاده کاما بینگیم بیارم تو خدا دفاع هم چرا انقدر ضعیفه دفاع وسط دفاع ضعیف هم نیم خودت نباید ضعیف بشه دیگه از این فیسش پنج روشیش بابا خوبه تیمه خدایی نه مارک نرو میذاری تو ویدیو نمیدونم ادیتور نذار نمیشه اخه سنه حدیثه بینامو سوتو نزن استرس گرفته حسام استرس گرفته داشتم تیر خلاصو به پیکرت میدادم مساوی ببین پنالتی حساب نیست داشتم تیر خلاصو به پیکرت میدادم حالا مساوی بکن فرلم بازی رو مساوی کنم تموم میشه بازی ببین میترس پنالتی من بعید میدونم که بازی کنم من بتونن استامینه داشته باشم برای پنالتی ما باید اداره کنیم بازی اصلا من نیاز به حمله کردن نه نه فوت آبم مات بریم کنم بیدیم حسام حسام جان دمه داشته با این تیم نیفت نبینیم نمیبینم دودش نامن باورم نمیشه نگاه نکن خدای جون حسام ببین بنزما
وسط آخه خودت دست قبل در چی بزن بابا نگاه کن آخه من اینو نمیتونم نگه دارم که وا هرومز ایزی 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 حسام یه تومن رو همین که ندادم خودش کلیه دمش پنالتی ها ببرید داداش دیگه میتونستی تو پرو پلیر من پنالتی هم بلد باشه بزنه آقا مرسی که این چالش رو دیدید دوست دارم کانتنت کریئتوره دیگه شهرهای دیگه و خود بچه تهران هم برم سه تا کانتنت کریئتور بگو میخوای نگو به هم بعدا بگو من خودم هم بینشون خب تو ویدیو مشخص نباشه چون اسپویل میشه قسمت بعدی قشنگ دوستان عزیز امیدوارم که همیشه وقتی که میرید بیرون از خونه همه بهتون بگن شما چقدر زیبایید اصلا تا حالا شده این اتفاق نه ولی یهو پیش بیاد تو پشمات میریزه میگه این کیه اومده من میگه فکر نکنید یه موقع مسخرتون میکنن شاید هر انسانی واقعا زیباست زیبایی خاص بله بچه من خوشحالم در پوست خودم نه پول ندادم تا سمنان اومدم پول ندادم یادم یارو شدم من شما رو کارت الان بزنم واقعا تو پول میزنی آقا ممنون از شما دوستتون داریم مراقبت کنید خدا نگهدار دوستان مراقبت کنید لایک ویدیوهاتون نره بدید.